رهبر معظم انقلاب اسلامی در نهمین و آخرین روز سفر به استان کرمانشاه در جمع مسئولان، مدیران و کارکنان دستگاه های مختلف استان خدمت صادقانه و خالصانه در نظام اسلامی را توفیق الهی و باعث جلب رضایت پروردگار کمک به مردم و استحکام بیشتر نظام دانستند و تاکید کردند کیفیت کار مسئولان ملی و محلی در سراسر کشور میتواند موجب افزایش یا خدای نکرده کاهش آبروی نظام شود بنابراین مسئولین تا سرحد ممکن کیفیت کار و خدمت افتخارآمیز خود را افزایش دهند حضرت آیت الله خامنه ای آمادگی همیشگی ملت را برای حضور در عرصه های مورد نیاز انقلاب و کشور شگفتاور خواندند و افسودند زبان برای تشکر از مردم واقعا قاصر است و آنان با وجود مشکلات و کاستی های موجود همواره در دفاع از اسلام و انقلاب از همه مسئولان جلوتر هستند. ایشان مجاهدت های مستمر مردم استان کرمانشاه وفاداری آنان به اسلام و انقلاب و ابراز لطف و محبت عمیق آنان را باعث سنگین تر شدن تعهد مسئولان کشور و استان دانستند و کتاب به مسئولان ملی و محلی افزودند در هر جا هستید نقش خود را در خدمت به این مردم عزیز، شریف، نجیب و صبور به بهترین وجه انجام دهید. رهبر انقلاب اسلامی ظرفیت های استان کرمانشاه را برای پیشرفت و توسعه خوب دانستند و افزودند دولت نیز مصوبات مهمی برای عمران و آبادانی استان و دستیابی مردم به سطح ممتاز زندگی و رفاه داشته است که باید با همت دست جمعی و کار گسترده همه مسئولان کشوری و محلی به درستی اجرا شود. حضرت آیت الله خامنه ای از قول مساعد هیئت وزیران برای پیگیری جدی و اجرای کامل مصوبات تشکر کردند و افزودند مسئولان محلی نیز با انجام دادن تکالیف خود و جذب درست و اقلانی بودجه های تخصیص یافته اجرای مصوبات را به طور مستمر پیگیری کنند تا حرکت عمومی و برنامه ریزی شده برای حل مشکلات استان به ویژه مشکل اشتغال همواره از شتاب لازم برخوردار باشد. رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی و تشکر از صفا و محبت شیرین و بیدریغ مردم و استان و زحمات مسئولان محلی از افراد مراکز مسئول در نصب عکس و تابلوهای تبلیغاتی در استان گله و خاطر نشان کردند این گونه تبلیغات هزینه بر و پررنگل آب متناسب با شعن طلبگی ما و در خور نظام اسلامی نیست و از لحاظ علمی نیز اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان استمرار توطئه‌های های دشمنان ملت را نشان دهنده حرکت روبه جلوی جمهوری اسلامی برشمردند و خاطر نشان کردند لشکرکشی مداوم تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جبهه استکبار دلیل روشنی بر حرکت پرسرعت ملت ایران در مسیر تحقق اهداف و آرمان هاست چرا که اگر حرکت ملت دچار رکود و عقب و ضعف شده بود دشمن این همه خود را به آب و آتش نمی زد. ایشان با اشکاره به بیداری اسلامی ملت های منطقه استقبال و پیروی ملت ها از گفتمان ملت ایران یعنی گفتمان اسلام و پیروی از شریعت را نشانه توجه ملت ها به الگوی جمهوری اسلامی برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند در این شرایط اساس که ملت ایران به الگو و نمونه برای منطقه تبدیل شده است همه باید مراقبت کنیم که چهره زیباتر، جذابتر و هماهنگتر از ایران عزیز در ذهن ملتهای منطقه ترسیم شود تا تلاش مستمر دشمنان برای تخریب این چهره بی اثر بماند در ابتدای این دیدار استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور درخشان مردم مقاوم و رزمندگان سلحشور استان کرمانشاه در هشت سال هماسه دفاع مقدس گفت چهره کنونی استان در پرتوب خدمات نظام اسلامی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. هاشمی با تشریح خدمات دولت نهم در عرصه‌های مختلف گفت با وجود همه تلاشها استان درگیر مشکلات مختلفی است که با توجه به تأکید مکرر جناب عالی ان الله با تحرک جدی مسئولان و پیگیری و اجرای کامل مصوبات ویژه جلسه دیشب هیئت وزیران گامهای بلندی در زمینه گه حل این مشکلات برداشته خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در این دیدار با اشاره به منابع خدادادی و سرمایه های انسانی استان کرمانشاه برنامه های دولت را برای ارتقای شاخص های استان تشریح کرد. عزیزی تدوین سند پیشرفت جامع استان را از برنامه های ویژه دولت اعلام کرد و افزود خدمت به مردم شریف و ولایت مدار استان افتخار دولت است. هیئت وزیران پس از تشکیل جلسه ویژه در استان کرمانشاه دیشب به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید و گزارش تصمیم ها و تدابیر دولت را برای حل مسائل و مشکلات استان و شتاب گرفتن روند توسعه این منطقه ارائه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار حل مشکلات استان کرمانشاه را نیازمند احتمام کامل کار فوقلاده و تدابیر ویژه دولت خواندند و با تشکر از توجه دولت به مسائل این منطقه تأکید کردند باید با جدیت و تحرک تمام وارد میدان خدمت به مردم عزیز این استان شد تا وضع منطقه جهش محسوسی پیدا کند ایشان ضرورت خدمت به مردم سراسر کشور شور و صفا و صمیمیت خاص مردم استان و عقب ماندگی اکثر شاخصهای منطقه از متوسط کشوری را سه دلیل عمده برای احتمام ویژه دولت به حل مسائل استان برشمردند و خاطر نشان کردند کارهای خوبی در منطقه انجام شده اما تا رسیدن استان کرمانشاه به نقطه‌ای که شایسته این مردم شریف است فاصله فراوانی وجود دارد حضرت آیت الله ای نگرانی و دغدغه مسئولان را در باره انجام دادن کامل وظایف خود در قبال مردم امری ضروری و پسندیده خواندند و افزودند دولت کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری مستمر اجرای مصوبات خود در خصوص استان کرمانشاه تشکیل دهد و استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس نیز با محوریت نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به جد پیگیر اجرای این مصوبات باشند تا وضع مردم منطقه تکانی جدی بخورد ایشان اشتغال را مسئله اصلی استان کرمانشاه برشمردند و با فراخواندن مسئولان به همت مضاعف برای حل این مشکل خاطر نشان کردند باید با فراهم کردن زمینه های لازم از جمله جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت های لازم در بخش های کشاورزی، صنعتی و دیگر بخش مشکل بیکاری را حل و دقدقه اصلی مردم و جوانان استان را رفع کرد. ایجاد کانال های آبرسانی در مناطق و اطراف صدهای استان، گسترش تجارت مرزی، افزایش صادرات و ترانزیت کالا، حل موانع جذب سرمایه بخش خصوصی از جمله نکاتی بود که رهبر انقلاب در این دیدار به عنوان دیگر خطوط اصلی کاری دولت برای توسعه استان کرمانشاه بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اولویت حقیقی نیازهای استان و پرهیز از پرداختن به مسائل غیر اصلی افزودند به گونه‌ای برنامه ریزی کنید که سرمایه های مورد نیاز طرحهای مصوب حتما تأمین شود و از همکنون بتوان روی آنها حساب کرد رهبر انقلاب با اشاره به انگیزه فراوان دولت برای کار و تلاش به دست اندرکاران قوه مجریه توصیه کردند تا روز آخر با همین انگیزه به خدمت مشغول باشید و اجازه ندهید بحث دو سال پایانی کار این دولت و رو به پایان بودن دوران مسئولیت بر تلاش های شما اثر منفی بگذارد. ایشان مردمداری و گشاد در برخورد با مردم را شرط لازم مسئولیت و خدمتگذاری در نظام اسلامی خواندند و با اشاره به اقدام خانم محجبه بسیجی در تقدیم مدال طلای مسابقات جهانی ووشو افزودند قشرهای مختلف مردم استان که با روحیه صفا و جوانمردی به کار و تلاش مشغولند شایسته بهترین خدمات هستند در آغاز این دیدار که با حضور نماینده ولی فقی و امام جمعه کرمانشاه نمایندگان مردم استان و مسئولان محلی برگزار شد آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد جلسه اصر امروز حیات وزیران در کرمانشاه 140 مصوبه ویژه داشته است که با اجرای آنها توسعه استان شتاب قابل توجهی خواهد یافت. تخصیص اعتبار ویژه برای اشتغال زایی، آب کشاورزی، اجرای طرحهای زیر دست صدها، تکمیل راه آهن غرب کشور تا مرز، توسعه زیرساخت‌های صنعتی، بودجه ویژه برای طرحهای محرومی زدایی تأسیس دانشگاه جامع و بین المللی غرب کشور، توجه به بازارچه های مرزی، اجرای صدها طرح عمران شهری روستایی، تجهیز دانشگاه های استان و طرح فرهنگی و آموزشی از مهمترین نکاتی بود که معاون اول رئیس جمهور در تشریح طرحهای مصوب دولت برای استان کرمانشاه بیان کرد. آقای رحیمی افزود کارگروه ویژه ای از اعضای هیئت دولت با مسئولیت معاون اول تشکیل می شود تا سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن سریع مصوبات را فراهم و اجرای کامل آنها را پیگیری کند.